سلام من خیلی وقت بود که فارسی گزارش نکرده بودم هیچ چیزی این بازی که اخیرا انجام دادم بازی خوبی بود دوست دارم که به فارسی گزارشش کنم e4 بازی میکنه و من معمولا جلو e4 c5 بازی میکنم c5 میشه دفاع سیسیلی و در اسب f3 که بازی میکنه از f3 میشه اوپن سیسیلیان اگر میخواست مثلا دفاع سیسیلی یه دفاعیه که سعی میکنیم کنترل کنیم سر اون سنتر رو مرکز رو با سیاه چجوری با پیاده رو بازی کردن تو c 5 باعث میشه اجازه نمیدیم که پیاده شو برونه توی دی 4 پیاده جلوی وزیرش رو برونه دی 4 برای همین اولش مجبوره که مهرهای دیگه شو گسترش بده مثلا اسبشو گسترش بده که بتونه پیادهش رو بفرست دی فور وقتی که ما زدیم بزنه با اسبش ولی در هر صورت در نهایت نمیتونه راحت پیاده ای تو دی فور داشته باشه حالا برای متفاوت متفاوتی اصلا ستری هست که اجازه میده که پیاده تو دی فور داشته باشه در نهایت ولی معمولا نمیتونه داشته باشه و اینم که میگم اوپن سیسیلین اینجوریه که بعض وقتا کلوز سیسیلین بازی میکنه یعنی نمیجنگه برای گرفتن دی فور به جاش سعی میکنه که مثلا جی تری بازی میکنه سرباز جی رو یکی میبره جلو و فیلش رو میذاره خونه جی دو به جای اینکه اسبش رو ببره اف تری مثلا اسبش رو میذاره خونه ای دو و نوع دیگه یه, دیگه جور بازی بسته ای بازی میکنه این الان بازی الان شما میبینید به سرعت که خیلی سریع خیلی باز میشه و میفهمید چرا بهش میگن اوپن سیسیلیا و من میرم دراگون بازی میکنم جی شیش بازی کردن جی Uh, حرکتی که کامپیوتر اصلا دوست نداره به هیچ وجه این کارو نمیکنه مخصوصا تو وقتی سی 5 پنج میری بعد جیش میری کامپیوتر اصلا این کارو نمیکنه یعنی اساک فیش و اینجور چیزا اصلا چه این بازی انجام نمیدن اگرم که ببینید مثلا بازی اساک رو نشان میدن سیسیلی اند دراگون به خاطر اینه که مجبور کردن اساک با این شروع کنه نه اینکه انتخاب خودش باشه یعنی شروع بازی اولش پیش داده شده که برنامه پروگرام شده که آقا تو حتما با این شروع کن ببینیم که اینو چجوری ادامه میدی حالا کامپیوتر دوست نداره چون که به نظرش خیلی سمت شاه ضعیف میشه ولی واسه آدما اوکیه و این در سطح بالا هم بازی میشه دراگون سیسیلین در سطح تاپ پلیر آدم هیومن پلیر آدم ها هم بازی میشه و بعد از جی 6 کاری که سفید میکنه اینه که گسترش بده به سمت مرکز و هدف سفید اصلا اصلا ای فور بازی کردنش این بود که مرکز رو بگیره و خب مشخصا سیاه هم میخواد جلوی گسترش به مرکز رو بگیره و اینجوری با تعویز پیاده باعث میشه کنترل سفید کمتر بشه حالا سفید سیتری سیسیلی هم بازی کرد همونی که بهتون گفته بودم میخواست کنترل داشته باشه رو مرکز سیتری بازی من گرفتم اگه نمی اینو سیتری سیسیلیان واقعیتش نیست شبیه اسم، اسمیت مورا بیته حالا من نمیخوام ذهنتون رو قاطع کنم ولی وقتی که پیاده رو میرونی سیتری حالت عادی میشه سیتری سیسیلیان قبل از اینکه پیاده دی فور رو برونی خب بعد از ولی اولش دی فور رو برونی فرصت دادی به سیاه که بزنه تو سر پیاده دی برای همین بعدش که سیتری بازی میکنی دیگه اسمش نمیشه سیتری سیسیلین um, به خاطر اینکه یه پیاده داده یه قربانی داده یه گمبیت میشه مثلا میگن اسمیت مورا گمبیت یا مورا گمبیت اروپایی ها میگن مورا گمبیت, گمبیت. امریکایی ها اسمیت هم اضافه میکنن به اسمیت مورا چیزی که من اصفاده میکنم معمولا و خیلی از استریم ها هم شما گوش کنید میگن اسمیت مورا این میشه شبیه اسمینگ تو بید اور دنیش بید هزار تا اسم داره البته یه ذره برای فرق میکنه که اسم عوض میشه بعد اینجا میگیره و منم ادامه میدم گسترش فیلم رو من در واقع اصلیتش هایپر اکسلریت دراگون بازی کردم یعنی البته الان فکر میکنم که نمیتونم خوب توضیح بدم هایپر اکسلریت چیه دلیل اصلش اینه که من باید فلسفه ای از دراگون و کلا از اول بگم که اون نیاز داره به یه جلسه دیگه حالا بگیم که این یه اوپنینگ اوکیه تا الان فیلشو گسترش میده من اصلا گسترش میدم فیلشو گسترش میده حمله میکنه به پیاده اف 7 من خیلی حمله خطرناکی خب حمله خطرناکیه چون که افف پیاده خیلی ضعیفیه درسته اون جیشی شو که روندم یعنی پیاده اف هفتم برونم دیگه خیلی بد میشه دفاع خاصی هم برای پیاده اف هفت ندارم جیشی که روندم باعث شده که من الان فرصت خوبی نداشته باشم که بخوام مثلا پیاده ایشی شو برونم که ببندم فیل رو راه فیل رو در صورت بعد از بازی کردن بعد از آوردن فیلش تو من میارم بالا. رو میتونستم از جای دیگه ببرم رو میتونستم ببرم H6 H6 ببرم که پیاده F2 رو هم دفاع کنه علاوه بر این الان که بردمش الان که بردمش F6 میتونه پیاده e رو برونه E5 و اسبم رو تهدید کنه مجبورم کنه اسبم رو برد. حالا با این وجود همه اینها چرا من F6 نب... F6 بردم H6 نبردم به خاطر اینکه اگر میبردم H6 خیلی راحت وزیر D2 میسک کرد. با فیل و وزیرش به اسب من حمله میکرد و نمی بخواستم دوباره کامل برگرده گفتم حالا تفاوتش با الان اینه که الان باید پیاده رو برونه پیاده رو روندن تغییر استراکچر اگه میخواد اسب من بلند کنم برگرده مثلا باید پیاده رو د دید وزیر دیدو رو در هر صورت انجام میدم و این یه چیز خیلی متداولیه اسمی مراد گمبی دورد یا دانش گامبیت تو این جور چیزا این حرکت که وزیر بره دیدو یا ایدو این چیز متداوله بعضی وقت میره ایدو که رخ بره دیوان الان هم که در رفته دیدو میخواد بیشاپ و فیلشو ببره خونه اچ که با فیل من تعویز کن من با علم به همه اینها با خیال راحت مثل یک مرد قله رفتم قله رفتم و گفتم خب باشه فیلتو بیارش به H6 با فیلم تعویز کن اهمیتی نداره و اون همین کارو میکنم فیلش رو میره اشیش که تعویز کنه فیلش رو میره اشیش تعویز کنه و من اهمیتی نمیدم به قضیه حمله میکنم به فیلش اولا چرا حمله کردم به فیلش من میگم خب تو داری حمله میکنی به هم درسته ولی من نمیخوام خیلی دیگه زیاد حمله کنی به هم اجازه دادم حمله کنی ولی نه خیلی زیاد فیلت یکی از مهاجم های خطرناکته. من نمیخوام این دورو برم شاه من بپلک ورش دار یا اگر که از فیلش دفاع کنه خب من در هر صورت میذارم تو سرش برای همین اونم هم فیلش رو سری برگردون که فکر نمی که حرکت خیلی خوبی کرده باشه اینجا و در ادامه من میگم خب من فیلمو نیاز دارم سری در بیارم در آینده نزدیک بعد همین پیاده رو روندم جلو پیاده رو روندم جلو اون هم شروع کرد پیاده روندن H4 H4 H5 بازی کردن یک چیز متداولیه یه هدف اصلیش اینه که اون روخی که توی خونه h 1 با کوینی که الان توی وزیر که الان تو دی اینا با هم جفت بشن و در نهایت پیاده H7 من رو بزنن خب حالا من چیکار کردم در ادامه من فقط فیلمو گسترش دادم گفتم باشه تو حمله کن من اهمیت نمیدم من فعلا باید گسترش بدم عقب نیفتادم از گسترش دادم تعویض میکنه فیلمشو اون یه خورده عصبی شد که من یه همون مدت کاری نکرد تعویض میکنه فیلمشو رو من هیچ عکس العمل نشون ندادم به حملش درست من هیچ یه ب... یه ساین جرقه چیزی که آقا من یه کاری میکنم جلوی حملتو بگیرم هیچ کاری نکرد اون سری فیلش عوض کرد و پیادهش رون میتونست یه خوره معتل کنه بیشتر پیاده رو برونه بعدا فیل عوض کنم ببینه من دارم چیکار میکنم برحال اون پیادهش رون نه اینجا تا الان حرکت فرصه من گفتم اوکی برون کی اهمیت میده زد زدم این مهمه که با پیاده F بزنم خودتون فکر کنید اگه با پیاده اچ میزدم چه اتفاقی میافتاد خیلی بد میشد خاطرات تلخی رقم میخورد دیگه شاه هم میشد چیز دیگه دیگه اسمش شاه نبود کش میده و میرم پایین و الان نگاه کنید پیاده من راه وزیرشو بسته حالا من راه نمایی که کردم که پیاده من راه وزیرش رو زدن بسته وزیرش نمیتونه بیاد مثلا اچ هش کش کنه خب بعد اول پیاده اچ هفتو از سر راه برداره پیاده اچ هفت هم با اسب من دفاع شده برای همین میگه خب من میام پیاده تو با اسبم برش میدارم من میگم وردار من نیست منم پیاده تو رو ور میدارم تا تو ورداری شب شده من پیاده تو رو قبل از تو میگیرم اون ور میدارم پیاده ما منم پیاده اول اسبش رو میزنم با کیش هیچ کاری نمیتونه بکنه یا وزیرش رو باید برگردون عقب یا شاهش رو باید وزیر باید برگردون عقب درجه باخته چون وزیر به وزیر میکنم بعدشم هم اسبش رو مف میزنم دیگه هیچ شاهش رو تکون میده و بدبختیش هم این بود که شاهش هم که تکون میداد با کیش می رو خشن. و شاش میاد بالا حالا من چیکار میتونم بکنم همچنان اون یه حمله خطرناک داره حملش چیه با اسب میزنه تو اسبم مثلا میگه کیش خب خیلی خطرناک نیست ولی خب خطرناکه و علاوه بر این وزیرم هم الان زیر ضرب روخش خب من اولین کاری که کردم کیش دادم شاهشو که بره کنار و اسبم هم نزنه و از همه مهمتر وزیرم خونه اچهش رو کنترل کنم وزیر ملان دایگونال قطری داره اشهش رو رو کنترل شاش میاد بالا اینجا من فرصت ماتی داشتم ولی چون بازی بیلیتس بود من من حالا این حرکت که تقریبا بهتر حرکت، ها. این حرکت کردم کیشو دادم وزیر و وزیر زرب در آوردم نزد تو اسبم من انتظار بزن تو اسبم تا درجه ماتش کنم خودتون فکر کنید که بزنه تو اسبم چرا مات میشه بعد نزد تو اسبم بعد من گفتم حالا چی کار کنم تو این موقعیت گفتم من بهترین کار اینه که الان که من حسابی جلو هم خب یکیش بدم بعد از اینکه اسبم رو زد وزیرشو بزنم این بازی الان در واقع تموم شده است چون که من الان یک روخ کامل جلو هم نکن یه فیلی اسب الان وزیرم هم که بزنه خب یه فیلی اسب با یه روخ وزیرم که من یه روخ کامل جلوام. علاوه بر اون چند تا سربازم هم این با کوبیده اضافه است خشن میزنه کش میدم فیلم رو مخت... در میارم بعد میگم مثلا تو بیا روخ هم, هم بزنه همیت ندارم من کلا میخوام همه مهرار رو تحویز کنم از سوار اضافه هم لذت دارم و اینجا هم اپوننت من دیگه اصوش خورد میشه خط خطی میشه طرف هم نشنال مستری بوده و یه حرکت احمقانه میکنه که سریع ریزاین کنه چیز اصلی که میخواستم بگم بهتون این بود که بعض وقتا لازم نیست که دفاع کنید در مقابل حمله بقیه بعض وقتا کافیه که فقط حمله کنید مثلا اینجا من فقط حمله میکنم اصلا هیچ دفاعی نمیکنم تو بیا هر کار میخوای بکن من حمله مون میکنم و آخر سرم یه سری تعویضایی میکنم که کلا حمله تو خونسا بشه بعض وقتا دفاع لازم نیست بهترین دفاع حمله است برای همین همیشه نرید تو لایک دفاعی اگه یکی به تو حمله کرد در جو نرید تو لایک دفاع فکر کنید اگه میتونید حمله کنید قطعا بهتر اینه که شما برید تو لایک دفاعی امیدوارم لذت برده باشید خداحافظ